This is London calling in the overseas service of the BBC. توافقنامه نفتی ایران و بریتانیا از اعتبار ساقط است، همچنان که هر قراردادی فیما بین یک صغیر و یک کبیر بی اعتبار است. بگذارید نگاتیو های نمایش سالخورده انگلیسی ها را به عقب برگردانیم. بنگاه رادیوی انگلستان به تمام گوش دهندگان ایرانی و فارسی زبانان. دی ماه 1319 این صدای موقر بالیوزی است که برای اولین بار آغاز به کار بخش فارسی رادیو بی بی سی را اعلام می کند. او یکی از بهاییان شناخته شده لندن است که بعد از تصمیم انگلیس برای راه اندازی یک رادیوی فارسی زبان در جریان جنگ جهانی دوم با همراهی تعداد دیگری از بهاییان پشت میکروفون های بی بی سی می نشینند تا جامعه بهاییان آن روزهای انگلیس بر روی موج های بی بی سی تریبون پیدا کرده باشند و لکنت گفتاریشان باز شده باشد. اما دغدغه های صدای لندن از دقایقش پیداست. سال 1330 ساعت پخش برنامه های رادیو بی بی سی افزایش می‌یابد و دو سال بعد در روزهایی که عوامل بهایی سفارت انگلیس در ساختار یک مثلث اجرایی به فکر کودتا بودند، رادیو بی بی سی اسم رمز را اعلام می‌کند. اینجا لندن، ساعت دقیقاً 12:30 شب. سالهای بعد از کودتا و در ترتیب و توالی حوادث تاریخی، صادرات صوتی انگلیسی ها همچنان ادامه می‌یابد که نمونه ای از ماهیت آن در طول 8 سال جنگ تحمیلی برای مرزهای رسانه‌ای جریان استعمار شک و شاید نمی‌گذارد. آخرین مراکز مقاومت‌های پراکنده ایرانیان در خرمشهر در هم شکسته شده. اما سال 2006 گوردون بروم وزیر دارایی وقت انگلیس خبری را بیان می‌کند. بودجه مادر 15 میلیون پوند برای راه اندازی بخش فارسی بی بی سی در نظر گرفته شده است. بعد از این جملات تلاش طبقات بی بی سی برای کارمند تراشی و تدارک نمایی بودجه اهدایی ملکه انگلیس به راه می افتد تا نهایتاً در 25 دی ماه سال 87 و در فاصله چند ماه تا انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران صدای استعمار تصویر هم پیدا می کند. از امروز پخش برنامه‌های ما را آغاز می‌کنیم. در واقع این شبکه تازه به رادیو و سایت فارسی بی بی سی اضافه میشه. تفکرات تمهیدی یک جریان مشخص حالا سیگنال معلوم پیدا کرده بود و پوندهای انگلیس همه آنهایی که به دنبال آرزوهای برباد رفتهشان تا خیابان‌های اروپا و امریکا رفته بودند مقابل لنز بی بی سی قرار می‌دهند. در آستانه انتخابات سال 88 فعالیت تلویزیون سلطنتی انگلیس در جهت اهداف ماهیتیش شکل جدیتری به خود می‌گیرد و آنها باز هم به دنبال کودتایی بودند که شاید رمزش اینگونه بود. خب باید براتون بگم که از امروز ساعت پخش برنامه‌های تلویزیون فارسی بی بی سی بیشتر شد و احتمالاً چند سال دیگر یکی مانند استرا بیاید و به ناموفق بودن آن اعتراف کند. ساعت پخش را اضافه می کنند، رفت آمدها بیشتر می شود و بر مأموریت فرستنده های لندن مهر تمدید و تشدید می زنند. گزارش ها از تهران حاکیست بعضی مناطق این شهر ناآرام است. اما روش های رنگ رو رفته خیلی زود فرق اصل و بدل را لو می دهند. من توی خیابون ولیعصر که می رفتم بازم زیر لب این شعار مردم به خنده می گفتند بی بی سی حیا کن مملکت رها. من فقط میگم صدا خودتون بشنوید. گوشید بی بی سی حیا کن مملکت رها کن. بی بی سی مردم انگلیس. ببخشید. بر مجموعه عملکرد تریبون فارسی تلویزیون دولتی انگلیس نگاه کوتاهی بیاندازیم. دفاع تمام قد از فرقه بهاییت و پمپاژ مکرر منشأ فکری و مالی این شبکه با پخش رپورتاج آگهی های سفارشی این فرقه. اینجا اولین نقطه تماس بهایی هاست با سرزمینی که 80-90 سال بعد اسرائیل نام گرفت. مصاحبه با تروریست هایی که دستشان به خون مردم ایران آغشته است و عادی سازی عمل کرد آنها. گفتگوی داشتم با عبدالملک ریگی. تمام اون کسانی که در این دور مجالس جمع شدن. نمایش بدون انکار ارادت سازمانی به ملکه انگلیس. 215 میلیون پوند سالانه داره درآمد گوردون بران از ما بیعتی میگیره، تکس میگیره که خرج شما رو بده. شما علکی اونجا جمع نشدین که برای بخت منو بگذارونی برادر من.
نبش قبر خاندان پهلوی و تجارت اعطای تریبون به باقی مانده این خاندان، به راه انداختن بازی های حقوق بشری. گفتگویی داشتم با احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران. حضور انحصاری در پستوهای فراماسونری و ادای وظیفه برای آنها. جلسه معمولاً پشت درهای بسته در خفا برگزار می شود، اما امروز فرصتی استثنایی فراهم شده تا از مقدمات جلسه فیلم بگیریم و با اعضا که عضویتشان را معمولاً مخفی نگاه می دارند صحبت کنیم. تطهیر جنگ طلبی، حمله نظامی، دخالت نظامی آمریکا در سوریه، برخورد نظامی غرب و سوریه، غرب آماده حمله موشکی و توهین‌های متعدد به مقدسات و تاریخ ایران و موارد بسیار دیگر. آمریکا، ایران، عراق و اردن و سوریه همه کشورهای به اصطلاح جعلی هستند. اما در شرایطی که اوضاع اقتصادی انگلیس تعریفی ندارد، وزارت خارجه بریتانیا بودجه کلون تقریبا چقدر بودجه بخش فارسی بودجه؟ بی بی سی فارسی تلویزیونش 15 میلیون بودجه. 15 میلیون. ظاهرا 15 میلیون پوندی که وزیر دارایی انگلیس از آن حرف زده بود سر جایش مانده. به دلیل کاهش بودجه و به خیلی از سرویس ها کلا بسته شدن در بخش فارسی، تلویزیون اسمش سابق سر جاش میمونه، سایت ما آنلاین ما همچنان خواهد بود. اما بر ناتمام حرف هایشان که نقطه بگذاریم، باید گفت در موازنه مبهم توهمات استعمار، اگر حجمی از ذهنشان برای ندانسته ها باقی مانده باشد، باید ببینند این تلویزیون انگلیسی در آستانه تمام شدن است.